مریم اکسوی و رحمی کتنچی اومدن شهادت بدن قربان. رحمی کتنچی برادر فاطمه گله. مقدس کتنچی چی؟ بیرونه؟ نه نه، اون نتونست بیاد. چی شد؟ بشینی مراد جان، بیا بریم بیرون، منتظر باشیم، بابات اینجا کار داره. بیا بیا رحمی، بیا رحمی. آقا رحمی این روزا یکم ناراحته و مقدس کتنچی هم نتونست بیاد. مقدس کتنچی ما رو ترک کرد و رفت آقای دادستان، با یه نفر دیگه رفته. خواهرم فاطمه گلم توی این شرایط تنها گذاشت. اجازه بدین من توضیح بدم. تو هم عادت کردی هر روز بیای درمانگاه. آقای دکتر قسم میخورم گوشام انقدر سوت میکشه، سرم انقدر درد میکنه که نمیتونم بخوابم. چیزیت نیست، فشارت نرماله، هیچ مشکلی هم نداری. ولی صدایی تو گوشم قطع نمیشه. چیزی تو گوشت نیست، روحی روانیه. اینو ببرید بندش، انقدر زرت و زرت نیاد درمانگاه. کسی گوش نمیده که، گوشام همش داره سوت میکشه، دارم دیوونه میشم. روز دادگاه خوب میشی، این چیزا طبیعیه. وورال؟ رابیان یه لحظه، دوستم اومده. پسر تو اینجا چی کار میکنی؟ دیدم شما اینجا، این تنهاتون نذاشتم، منم اومدم تو این هلافتونی. برگرد این ترن. بابا یه لحظه بذار، خب دوستمه. کجا موندی دایی؟ فاصله بگیر، فاصله بگیر. یعنی به همین راحتی؟ اگه دختر تورانر آلاگوز باشی راحته. گفت یه نفر تو زندگیش هست، پس حقیقت داشت. دایی سعی کن بفهمی اون آدم کیه. به خاطر منم شده ببینی اون آدم کیه. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. میشه جونتون، روز بخیر. خدا نگهدار. تو هم تو کسی نیمده غذا تو بخور. باید دوباره بورک درست کنم. تو برو به کارت برس. باشه، دو ساعت دیگه اینجا، یه کار کوچیک دارم، همین نزدیکی ها، زود برمیگرد. باشه، عجله نکن. اینا رو جمع کنم و برم. من جمعشون میکنم. تو بورک ها رو حاضر کن. گوش کن، از این به بعد میخوام حواستون رو بیشتر جمع کنین. دیگه وورالم اینجاست. تا روز دادگاه باید آرامشتون رو حفظ کنین. به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنین. متوجه شدی؟ هر اتفاقی افتاد، هر مشکلی پیش اومد، کارتون نباشه. باید بفهمی اون آدم کیه. اگه همچین آدمی باشه پیداش میکنم، قول میدم. هست. خیلی خوب. بابام چرا نمیاد؟ چرا بهمون اهمیت نمیدن؟ امروز جلسه مهم داشت. باز چی شده؟
چیزی نیست بابا، جلسات همیشگیه. دایی راستشو بگو. پدر خانم سابقت سند زمینه یه توربین بادی رو باطل کرد. چی؟ بانک پولشو پس میخواد. آقای رشاد، ما نمیتونیم ضمانت سرمایه گذاری که سند زمیناش باطل شده به عهده بگیریم. برای همین فوراً باید وامی که از همون گرفتین پس بدیم. آقای بلند، دارین از 26 میلیون یورو حرف میزنیم. 26 میلیون یورو، میدونین این یعنی چی؟ بله، البته که میدونم مبلغ خیلی زیادیه. ولی ما وقتی این وامو بهتون میدادیم ضمانت معتبر و قابل اطمینانی داشتین. حالا توف ضمانت آقای ترانه. من رشاد یاشارانم. قولی که میدم اعتبارش از هر کس دیگه بیشتره. معذرت بخوام. پریخان، پریخان، یعنی کار من تمومه؟ یعنی من ورشکست شدم؟ نه خودت بیا سن. الان خفه میشه. پریخان آروم بگیر. پریخان این دیگه برای شکست شده. برای شکست شده. برای شکست شده. موستا چایی؟ چاییو ول کن، عجله داریم، زود باش بیارش. باشه، چشم. کریم از اونجا هم یه سر بریم کورتکوی، باید اندازه گیری کنه. کورتکوی؟ کورتکوی دیگه از کجا اومد اوستا؟ من گفتم نصب میکنیم برمیگردیم، برنامه ریختم. خواستی به یه کارخونه بزرگ بگم شما صبر کنی کریم کار داره؟ اگه نمیخوای بری واسه نصبم خودم میرم. این چه حرفیه اوستا؟ خودم نصبش میکنم، حرفی نیست. چون آخرین لحظه گفتیم میگم. دیروز بهتون گفتم خانمم تو مغازه دست تنهاست، باید کمکش کنم. شرمنده، کاری از دستم بر نمیاد. خیلی خوب، پس زود باشیم بیاری. با کی میخواد این همه غذا رو بخوره؟ از هر کدوم یکم بچشین دیگه. غذای اصلی هم خودتون انتخاب کنی. آدم با اینا سیر میشه، خوشمزه به نظر میاد. نوش جونتون. این چیه؟ دلمه برگ چغندر و برگ فندق انگار. وای چه جاله. لطفاً هرچه زودتر برو. کریم بیا درد سر درست میشه، نمیخوام اتفاقی بیفته. یه زمانی اینا رو فقط واسه من درست میکرد. ای چشم زدیم. تازه کارم واسه همین. گمشو برو مصطفی. جواب بده، حتما شوهرته. همشون خوشمزه است فاطمه گل. این بچه هم خوشش اومد، ببین چطوری داره میخوره. نوشه جان، بورکاتونم الان میارم. الو غذاخوری گل، بفرمایید. فاطمه گل چطوری دخترم؟ مشغول کارم مریم جون، خوبم. صدات که اینطوری نمیگه. خیلی خسته ای. خوب عزیزم، حقم داری، دست تنها موندی اونجا. صبر کن، بعد از ظهر میام پیشت، زیاد خودتو خسته نکن. نه خودم از پسش برمیام. به حرف نگیرمت فاطمه گل، اوضاع مغازه چطوره ها؟ بد نیست. کریم بهت کمک میکنه؟ کاردش رفت جایی، یکم دیگه میاد. خبری از مقدس خانم نشد؟ نه. منم زنگ میزنم محل کار طرف، میگن نیست. نمیدونم با مقدس خانم با هم فرار کردن، چی کار کردن. آه راه میام اومد، حالا من میرم داخل. نه یه کاری واسه دادستان پیش اومد، داره میره. مراد بیا پسرم. چی شد؟ یه حادثه اتفاق افتاده، باید فوراً میرفت.
پیش داری؟ بیا بریم دستشویی. پس اظهارات ما چی میشه؟ باید صبر کنی. کار ما بیشتر طول میکشه فاطمه گل. شنیدم. یه لیوان دیگه دوغ میخواستم. شما بشنین من میارم. الو، مزاحمت نمیشم، معلومه سرت شلوغه. اگه ساعت برگشتمون تأخیر کرد خبر میدم، باشه؟ باشه مریم جون، منتظرم. حالا بعدن حرف میزنیم. بدشانسی رو میبینی؟ اصلا فکرشم نمیکردم کارمون انقدر طول بکشه. مثل همیشه بورک فوق‌العاده بود. همه چی فوق‌العاده بود، همه چی. اونقدر که تعریف کردم بود یا نه؟ خیلی عالی بود. نوشه جون. صبرم رو لبریز نکن، مثل آدم را تو بکش برو. این دوغو بخورم بعد. اسم غذاهاتون هم جالبه، مثلا از اون چی بود؟ اون یه غذای من در آوردیه، کوفته رو با ماست و سیر درست میکنم. برادرزادم همیشه میگفت از اون درست کن. یه دونه هم از اون واسه اوز بیار. الان حاضر میکنم. صبر کنین لطفا، هنوز غذاشو تموم نکرده، غذاشو بخوره بعد. ممنون، مرسی. مراد چی کار میکنه فاطمه گل؟ حتما خیلی بزرگ شده. بزرگ شده، حالش خوبه، هر روز با عمو کریمش بازی میکنه. اول یه سر بریم مغازه بگم دیر برمیگردم. امروز اولین باری که تو مغازه تنها میمونه. ازش بپرسم ببینم چیزی لازم داره یا نه. خیلی خوب پسر، زیاد طول نمیکشه. باشه استاد. نوشه جان، میشه خواهش کنم یه چایی بیاری؟ هنوز دم نکشیده، منتظر میمونم. امروز چایی نداریم. تصادف شده. ای بابا، راهو چه بستن. وایسا عمو، کجا داری میری؟ میدونم دیگه، الان میخوان همینطوری وایسن برو بر نگاه کنن. مبادا یه وقت بکشین کنارا. برگرد آقا، برگرد. خب از اون یکی راه بریم استاد. نه از اون راه بریم دیر میرسیم. کار کنیم، بعدم بهش زنگ میزنم. ولش کن. سه تا کوفته ی از اون، یه بورک، یه سیب زمینی حلقه شده، سه تا دو. میشه واسه منم یه آب بیاری؟ باشه. خیلی ممنون. بهتون گفته بودم که بعد مدرسه میبرمتون یه جای با. تنها چطوری به همه کارا میرسی؟ ماشالله. امروز اینطوری شد، یکم دیگه میان. آقا راهمینا یکم دیگه از ازمیر میان. همونطور که میبینی از همه چی خبر دارم. این که شوهرت رفته سر کار، این که امروز اینجا تنهایی، همه چی رو میدونم. اگه همین الان از اینجا نری به جون داداشم قسم زنگ میزنم پلیس بیاد. الو مصطفی، کجایی؟ همین اطرافم. هم. چی شده؟ فوراً تریلیا رو از پارکینگ خارج کنید، فوراً. چرا؟ سوال نپرس. بگو تریلیا فوراً حرکت کنن، برن عظمتی گاراژ آقای خیری، از اونجا برن اجناس رو تحویل بگیرن. باشه؟ فهمیدم، ولی چی شده؟ داریم نابود میشیم. چی؟ داریم نابود میشیم. اگه سرت تو کارت بود میفهمیدی قضیه از چه قراره. زود باش کاری که گفتم انجام بده، وگرنه انبارمون توقیف میشه، به خاک سیاه میشینی. باشه، خبر میدم. دستوراتو از رئیست گرفتی؟ از این به بعد همیشه دور و برتم.
دورو براتونم. هیچ وقت نمیذارم روی آرامشو ببینی، نه تو نه شوهرت. گم شو. از طرف من به شوهرت سلام برسون. دوباره میبینمت. خانم پس سفارشای ما چی شد؟ الان میارم. فاطمه گل بیام بهت کمک کنم؟ نه نه خودم انجام میدم. برم کمکش وگرنه دست تنها نمیرسه. فوراً زنگ بزن عظمتی. معلومه آقای خیری در جریان هست. تریلیا یکی یکی پشت سر هم را بیفتن. من تا یه ساعت دیگه تو شرکتم. باشه؟ میبینمت. خداحافظ. محض احتیاط پیشبینیای لازم رو انجام دادم. یه وقت از بانک حکمی چیزی میاد اگه بانکای دیگه هم پشت سر اون وارد عملشن چی؟ خیلی خوب نترس. من یکم دیگه سوار هواپیما میشم، نگران نباش. به محض رسیدم میام شرکت. راستی به خواهرم هم بگو همونجا باشه. جای نره. داریم نابود میشیم منیر. مزخرف نگو آقا رشاد. اگه تو نابود بشی هممون با هم نابود میشیم. مزخرف نگو. خودت جمع جور کن. یه من دیگه نمیتونم به چیزی فکر کنم. باشه یکم دیگه میبینمتون. فعلا خدا. زمینای چورلو چقدر ارزش داره رشاد؟ تو رو خدا چرت و پرت نگو پریهان. این بلا رو تورانل لعنتی سرمون آورده. صحبت 26 میلیون یوروه. میشه بیش از 50 تریلیون. اون وقت تو از زمینای چورلو حرف میزنی؟ اگه پولامون رو هم بذاریم خب یه چیزی میشه. آره اون بانکا میذارن جون بخوریم. اون بانکا هممونو میذارن رو هم، هممونو به خاک میشونن، به خاک سیاه میشونن. خونه ها رو مصادره میکنن، همه چی رو. فکر کردی این کارتو بی جواب میذارم؟ این کارتو تلافی میکنم تو را نره لعنتی. ما دیگه بریم. همه اینا تقصیر اون پسرای پسفتت شماست. میدونین که مگه نه؟ همش به خاطر اون پسرای دوزاریتونه. اون پسراتون که مفتشون هم گرونه. سالها کار و تلاش منو یه شبه به باد دادن. سالها جون کندم و زحمت کشیدم. همه چیو یه شبه فرستادن هوا. آقا تایلان ساکت شو. یه دقیقه بیا اینجا. چیه؟ قرار بود حال رفیق ما رو بپرسی. چی شد؟ خوابیده. حالش همونطوریه، فرق نکرد. قرار همونجا بمونه؟ نمیدونم. این همسایه‌مون میاد یا نه؟ خب یه جوابی بده. اینطوری به نظر میرسه. مطمئنی؟ آره خوب کشه برمیگرده. بستگی به گزارش دکتر داره. خیلی خوب، دمت گرم. شنیدی؟ ورالم قراره بیاد اینجا. با تو اما باره بابا. سلیم یک کم تحمل کن پسر، به خودت بیا. چیزی نمونده پسر، چیزی نمونده. تلافی کاراشون رو سرشون در میاریم. همسر ملتم، همسر کریم، عوضش رو در میاریم. در میاریم، فهمیدی؟ بیست و دو روز مونده. این کسافت ها خدمت نکنی. تو هم دختر داری، ولش کن زهرمار بخوره، غذا نده بهش. رابیوف ای بی شرف،
ای بی ناموس، خوب شو انقدر میزنم که دوباره به همین حال و روز بیفتی. سب کن دوباره گیرم بیفتی. نکن این کارو، تو این کارو میکنی بقیه هم تحریک میکنی. اینا هنوز حکمشون نیومده. حکمشون بخاره تو فرق سرشون. اینا هنوز متهم. از قیافشو میبره چه کارا کثافتا چه متهمی؟ حس دیگه ببر صدا تو. چه خبره؟ صدا در اومد کثافت. بیا تو بیا. صدای لعنتیتو میبرم. بیا ببر صدامو بیا. ببین منو به خودت بیا. اینجا اتاق هتل نیست، درمانگاه زندانه. فراموش نکن کجایی، وگرنه واسه خودت دردسر درست میکنی. ضمن فراموش نکن گزارشای زندانم میره دادگاه. خوب حواستو جمع کن. مثلا اومده بودیم واسه غذا خوردن، نذاشم راحت غذاتونو بخوری. این چه حرفیه؟ وقتی تو هی میدوی اینور اونور مگه ما میتونیم بشینیم؟ همه با هم کمک کردیم تموم شد. غیر از اینم بود راحت نبودم به خدا. امروز خدا شما رو واسه من فرستاد، خیلی ممنون. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. اینم برای استاد سیفی. غذا خوردیم، پولش هم که نگرفتی. تازه غذا هم میدی ببری. روز افتتاح خیلی خوشش اومده بود، بوره گذاشتم براش. معلومه که خوشش میاد. فعلا تا بعد عزیزم، دوباره تبریک میگم. بازم بیا ایشالله. آه یادت رفت اوستا کریم زنگ بزنی. برو جواب بده، برو. حتما خودشو داره زنگ میزنی. برو جواب بده، برو. خدافظ. الو، در چه حالی؟ نگران شدم، هنوز اونجا شلوغ. نه ببخشید، از صبح نتونستم بهت زنگ بزنم. تازه همین الان مغازه خالی شد. حد زدم سر شلوغ باشه. نالا خانم اینا هم الان رفتن، دستشون درد نکنه، خیلی کمک کردن. دستش درد نکنه، پس اومدنش خیلی خوب شد. آره واقعا، خدا رسوندشون. پس یه روز باید اونو استاد سیفی رو دعوت کنیم. باشه، ولی دعوتشون کنیم خونه. باشه، اینطوری بهترم هست. آره تو خونه اونا هم راحت. خیلی خوب، باشه. ولی یه وقتی که تو هم خسته نباشی. خب دیگه هیچی، امروز واسه اولین بار اینجا تنها موندم. میخوام ببینم واسه فردا چی کم و کس داری. فاطمه گل، خودتو خسته نکن. باشه. خیلی خوب، من دوباره بهت زنگ میزنم. ساعت چند کار تموم میشه؟ نمیدونم، قراره بریم کورتکوی. کارمون که اونجا تموم شه زنگ میزنم. ببخشید دیگه. نه به خاطر این نمیپرسم، از این ساعت به بعد دیگه زیاد مشتری نمیاد. فکرم مونده پیش تو. نه نگران نباش، اولین باری که زنگ زدم نگرانت شدم. آخه صدات نه از دویدنه، یه هم مشتری ها اومدن، ترس برم داشت. ولی خیالت راحت از پسش برمیام. استاد داخل آماده است. باشه الان میام. خیلی خوب، میبینمت. تو هم یکم استراحت کن. باشه، موفق باشی. ممنون استاد. باشه باشه، خیلی خوب. وضعیتمون مشخص نیست، نمیدونم چه ساعتی کارمون تموم میشه. آه فهمیدم، فردا واسه همون ساعت اوکی کنین. اگه مشکلی هم پیش اومد ساعتشو عوض میکنیم دیگه. فردا ساعت 10 دادستان منتظرمونه. الان به منشیش خبر داد. وضعیتمون مشخص شد. بله اون بلیتا رو میخریم. باید از فرودگاه آلاندان بلیتامونو تحویل بگیریم. باشه، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. خیلی خوبه، فردا ساعت 3:30 بلیتا رو اوکی کردم. عالیه، عالیه. پاشو رحمی جان بریم. ها؟ میریم. میریم. دادستان فردا ساعت 10 میاد. دیگه تو این ساعت دادستان نمیاد. پاشو رحمی جان، پاشو بریم. دستتو بده من عزیزم. باید یه هتل پیدا کنیم. اخ جون، می‌خوایم تو هتل بمونیم؟ خدا رو شکر حداقل یکیمون حالش خوبه. انگار اونجاست. خدا لعنتت کنه، خدا بگم چی کارت کنی. پسرم به خاطر تو افتاد تو زندان. تو روح و روانشو به هم ریختی، واسه همینم از بیمارستان فرار کرد. پسرتون عذاب وجدان میکشه، چون مقصر وجدانش راحت نیست. یه بار به فاطمه گل فکر کنین، فکر کنین ببینین وضعیت روحی اون در چه حاله. فرار هیچ کاری نکرده. بی تربیت، بی تربیت دروغگو.
چه خبره؟ آروم باشی. به خودتو میاری به خاطر این کارت باید حساب پس بدی. به خاطر چی باید حساب پس بده بیشر؟ این تویی که باید حساب پس بدی. پسر تو باید حساب پس بده. رحمی جان دهن به دهنشون نشو، بیا بریم. زنی که بیشرم بی حیا. کی بیشرمه مامان؟ بیا پسرم. نه عزیزم، مگه بابا به مامان میگه بیشرم؟ از دست اون خانمه عصبانی شد به اون گفت. آخه از دست مامانم هم عصبانیه. رحمی، رحمی عزیزم، یکم مراقب حرفات باش. من برم یه تاکسی بگیرم. ببین بچه میریزه تو خودش، ضربه میخوره. بریم رحمی جان. باشه بابا جون، باشه. چیزی نیست، فقط یکم عصبانی شدم، چیزی نیست. بریم الان تاکسی دمه داره. بریم. بیا بریم پسر گلم. بشینیم اینجا؟ باش. نه بیا بشینیم اونجا، اونجا بهتره. بشین. بفرمایین چیزی براتون بیارم؟ آره، یه چیزایی بیار بخوریم دیگه. همبرگر، سوسیس، سیب زمینی، یه همچین چیزایی بیار دیگه. باشه، برای دو نفر الان میارم. ممنون. منو نگاه کن. من میخوام برگردم استانبول. خوشگلم، گفتم که کارم تموم شه برمیگردم. من میخوام فوراً برگردم. چند روز مرادو ندیدم، من بچه‌مو میشناسم. الان فکر میکنه ترکش کردم. بعد به دنیا اومدنش این اولین باره که اینقدر ازش دورم. گریه نکن عزیزم. ببین الان بقیه فکر میکنم منش که تو در آوردم. باشه، بیا زنگ بزن، صداشو بشنو، خیالت راحت شه. پشت تلفن نمیشه. صدامو بشنوه حالش بدتر میشه، میدونم. خب ما دو روز دیگه برمیگردیم. تو رو خدا این روزا رو زهرمارمون نکن. اوضاع بد جور به هم ریخته. تو شرکت همه از ورشکستگی رشاد یاشاران حرف میزنن. این خبر چه زود پخش شد. آقا مونین همه رو همچین به تلاتم انداخت که همه خبردار شدن. از ازمیر برگشت؟ تو راه. میگم پدرزن سلیم این بلا رو سرش آورده. میونشون به هم خورده و شراکت هم تموم شده. به محض جدا شدن دخترش از آقا سلیم تمام ارتباطات بینشون هم از بین برد. جدا شدن؟ اون چی آقا منیر به انباردار ما بلگین گفته. بشیر، را بیفت سر. منتظر چی هستی؟ حرکت کن، ماشینای پشت سرت معطل تو هم. سلام. سلام، چی شد؟ بازی شروع شد. با رئیس بانک صحبت کردی؟ چی میخوری امو؟ فقط آب. میشه یه آب بیارین لطفا؟ خب بهت زنگ زد؟ هی زنگ میزنه ولی جواب نمیدم. اون تلافی میکنه، بیکار نمیشینی. هر بلایی میخواست سرمون آورد ملتم. دیگه بدتر از این چه اتفاقی میتونست بیفته؟ فقط یه ارتباط کلامی باقی مونده. عزیزم، ملتم میخواد اینجا یکم پیش گایه بمونه. نمیشه، میریم آمریکا. من یه سری برنامه دارم بابا، هیچ جایی نمیتونم برم. فقط واسه یه مدت کوتاه. نمیتونم تو رو اینجا بذارم برم. ولی خب من... ولی اما نداریم دیگه. باید به حرفم گوش بدی. یه مدت از اینجا دور میمونیم، بعدم فکر میکنیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اعتراض نکن ملتم، بابات حق داره. حتی منم نمیخوام تو استانبول تنها بمونی. بابات میگه نمیتونن کاری بکنن، ولی من مطمئن نیستم. از اون آدم ها هر کاری بگی برمیاد. بهت گفتم مزاحمم نشو، نه؟ ولی خیلی مهمه قربان،
رئیس هیئت مدیره بانک تارا میخوام باهاتون صحبت کنم. بفرما. خدا شروع شد. پشت سر هم ردیف شدن. میدونستم به 26 میلیون ختم نمیشه. اینا این لعنتی ها واسه نابود کردن من نه، واسه کشتن من اومدن. وصل کنم قربان؟ نه وصل نکن. تا وقتی خنجر به دست واسه کشتنم نیومدن وصل نکن. چشم قربان. گل قرار بود فقط مال من باشه، حیف شد. شوهرت بیاد این دفعه واقعا شکمشو پاره میکنم. یالا خبرش کن. همونطور که میبینی از همه چی خبر دارم. این که شوهرت رفت سر کار، این که امروز اینجا تنهایی، همه چی رو میدونم. از این به بعد همیشه دوروبرتم، دوروبرتونم. هیچ وقت نمیذارم روی آرامشو ببینی. از طرف من به شوهرت سلام برسون. دوباره هم دیگر میبینیم. دخترم مغازتون بازه؟ البته بفرمین مادر جون. انگار تازه اینجا رو باز کردین، مبارکه. بله خیلی ممنون، خوش اومدی. خیلی ممنون. در رو چرا قفل کردی؟ خیلی ها اومدن و رفتن، بستم که بدون شب کار نمی کنی. مطمئنی؟ یعنی چی؟ یه چیزی شده، تو ترسیدی؟ نه فقط خیلی خستم. باز دوباره زنگ زدن مزاحم شدن؟ ببین راستشو بگو. کریم تو رو خدا دارم از خستگی میمیرم. خیلی خوب باش. چی کاره کردی؟ هیچی، نصب کردیم. بعد رفتیم کورتکوی، اندازه های در کارخونه رو گرفتیم. اوستا میگفت خیلی طول نمیکشه، ولی کارخونه انقدر بزرگ بود که 6 تا در مجزا داشت. این که خیلی خوبه، یه کار بزرگ گرفتیم. آره خوبه، ولی این که تو رو اینجا تنها گذاشتم خیالم راحت نبود. خب همچنم نمیشه گفت تنها بودم، هرچی باشه 10 بار زنگ زدی. آره واقعا ببخشید. با مریم جون حرف زدی؟ بدشانسیه دیگه، کار اونام ناتموم مونده. ماجرای مقدس رو گفتم. با داداشم حرف زدم، حالش بهتر بود، مرادم خوب بود. به خاطر موندن تو هتل ذوق میکرد، بچه هست دیگه. گرسنه ای؟ بد جور. بشین من حاضر میکنم. نظیرش رو روشن میکنم، گوشی کم گرم شه. باشه پس دستم رو بشورم و بیام. چی شده؟ چیزی نیست. اگه مقدس خانم بخواد سرپرستی بچه رو به عهده بگیره میتونه راه می. خودتو آماده کن باشه؟ مراد پسر منه، اونو به هیچ کس نمیدن. باشه، مراد الان کوچیکه، ولی اگه کار اون به دادگاه بکشه قاضی میگه بچه باید پیش مادرش باشه. آخه اون زن ما رو به خاطر یکی دیگه ترک کرد رفت.
آره ولی نگو نگو اون بابای مراده. شرایط شما یکم پیچیده است رحمی. آخ به من دیوونه، آخ به من احمق، آخ واسه چی رفتم دنبالش؟ کاش نمیرفتم دنبالش، کاش حرفاشو نمیشنیدم، کاش بعدن بهش سرکوف نمیزدم. این حرفا رو نگو. کاش از خونه بیرونش نمیکردم، ولی نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، چی کار کنم؟ نتونستم. اتفاقی که افتاده دیگه. کار فاطمه گلم سخت کردم، بچه‌رم ازم میگیرم. حالا صبر کن ببینیم، فعلا که اثری از مقدس خانم نیست. الان پسرت پیشت هست یا نه؟ هست. خب فعلا به بقیه‌اش فکر نکن. ولی فعلا دیگه، فعلا بعدن پسرم ازم میگیرم. باشه، من دارم تحقیق میکنم، اگه یه پرونده مشابه شما پیدا کنم مطابق اون میرم جلو. یعنی هست؟ نمیدونم، دارم تحقیق میکنم. خوابید؟ آره خوابید. سرش به بارش نرسیده، هفت پادشاه خوابید. آخه امروز خیلی خسته شد. آه میخواستم ببرمش حموم. آه بردمش حموم. آه ممنون. غذاشو خورد، حمومشم کرد، شیرشم خورد و کارتون رو نگاه کرد، گفتم پسرم بگیر بخواب، رو حرفم حرف نزد. عزیز دلم، عزیز دلم. مام یه چیزایی بخوریم ها؟ نه من غروب یه چیزایی خوردم، هنوز گرسنم نشده. برم پیش مراد، اگه بیدار شه دنبالم میگرده. باشه عزیزم. شب بخیر. شب بخیر رحمی جان. شب بخیر. در مورد مراد صحبت میکردیم؟ ولی متاسفانه نتونستم چیز امیدوار کننده ای بهش بگم. اگه این زن قضیه بچه‌رم علم نکنه خیلی خوب میشه. خب البته اونم مادره، میگه بچه‌مه میخوام ببرمش، دستشم بازه. همینطوره. ما بریم یه دوری بزنی؟ باشه بریم. پس میخواین غذا رو بیرون بخوریم؟ باشه، پس بریم یه جایی متفاوت ها؟ باشه. پس من برم کیفمو بردارم. بیا. خوبه، منتظرتم. الان میام. جانم کادیر. چطوری عمر؟ مزاحم کنم؟ نه این چه حرفیه؟ خونه ای؟ تازه میخوام برم خونه. گوشم ببین چی میگم. من فکر نمیکردم که اینجا بمونیم، بدون آمادگی اومدم. میخوایم بریم بیرون یکم غذا بخوریم. حالا میگی چی کار کنیم؟ من شماره حساب رستورانی رو که میخوایم بریم بگیرم بهت بدم، برامون پول حواله کنی. لازم نیست داداش، من همین الان برات پول میفرستم. کجا میخوای بفرستی؟ من که کارت اعتباری ندارم، همه شماره حساب هم بسته. تو یه خودپرداز پیدا کن، یه شماره ملی هم بدی کافیه. نه نه بابا. آره من همین الان برات پول میفرستم. خیلی خوب باشه، صبر کن بگم. خب خیلی خوب، متشکرم، عالیه. فعلا تا بعد، میبینمت. خبر تازه ای شده؟ نه نه، گزارش روزانه میدیم به هم دیگه. آه، من حاضرم. خب پس بریم. اما سوار تاکسی نشیم، یکم قدم بزنیم. باشه باشه قدم میزنیم. بسه بسه کافی. خب بوره کم گرمی کردی؟ نه همینطوری خوبه، بدش من. نشین اونجا، بیا بشین اینجا. صبح چند تا دانش آموز اومده بودن، هرچی خوردن ریختن رو صندلی. ول کن، حالا تمیزش میکنم. فعلا پاک کردم، فردا درست حسابی تمیزش میکنم، الان حال ندارم. باشه باشه من تمیز میکنم. تو یه چیزیت هست. وای دوباره شروع نکن، هی اونطوری نگام نکن، اعصابم میریزه به هم. خیلی خوب باشه.
پلو خیلی خوشمزه شده، گوشتم همینطور. نوشه جون، من هنوز امتحان نکردم. گفتی که خوردم؟ چای خوردم ولی از گوشت نخوردم. سب کن برات یه لقمه بگیرم. نه، اگه بخوام از آشپزخونه میارم. میدونم مغازه مال توه. چطوره؟ واقعا خوشمزه است، دستم درد نکنه. نوشه جان یه لقمه دیگه بگیرم؟ نه همین کافیه. چی کار کنیم؟ خیلی دیر شد، بریم خونه؟ من میگم یکم استراحت کنم، از الان غذای فردا رو حاضر کنم. هرچی باشه کسی خونه نیست، کاری هم نداریم بکنیم. ول کن بابا، کل روز اینجا کار کردی، بریم خونه یه دوش بگیر، خستگی در بره. تلویزیون رو روشن میکنم، پاهاتو دراز کن، استراحت کن. راستش خسته نیستم. من میرم اتاق خودم، راحت باش، تنهایی تلویزیون نگاه میکنی. اینو که فهمیدم، آخه کلی کار دارم. بریم سینما؟ خیلی وقت تو سینما فیلم تماشا نکردم. منم خیلی وقت نرفتم. بذار تو روزنامه سانس فیلم‌ها رو نگاه کنم. خب بذار ببینم، فیلم با من بمان. بریم؟ باشه. کلی فیلم هست، ساعتشون هم به هم دیگه نزدیکه. اصلا اینو ول کن، میریم اونجا انتخاب میکنیم. باشه. خیلی خوب، پس حاضر شو بریم. غذاتو تموم کن. باشه. عمر، آره گرفتم. آره خیلی راحت بود، عالی بود، متشکرم. فردا میبینمت، خداحافظ. بریم از این طرف، بریم. بی خودی پول برداشتین، چون که شام مهمون منیم. مگه میشه جونم؟ بعد از این همه مدت نمیتونم شما رو به شام مهمون کنم؟ همیشه این شما این که تو خونتون از من پذیرایی بکنم. فرق میکنه. نه نمیشه خانم، امشب مهمون من. چی شده؟ زنگ زدم خونه، جواب نمیدن، حتما خونه نیستن. طفلی بچه‌م این وقت شب افتاده گوشه مغازه. تموم شد؟ تو برو، من قفل میکنم. ای بابا این کیه دیگه؟ ول کن، جواب نده، درو بستیم دیگه. داداشی نباشن زنگ میزنم به گوشیت. راست میگی. سفارشم که نمیگیریم، پس بریم دیگه. خیلی خوب. قطع شد.
بریم. نه نه مغازه کجان اینا؟ آخه به ما چه؟ هر جا میخوان باشن. فکر اونا را ما باید بکنیم؟ نکنه اتفاقی واسه مراد افتاده. ای بابا، نکنه بردنش بیمارستان جایی. تو عجب آدم بدبینی هستی. این حرفا چی از خودت در میاری؟ این وقت شب با بچه کجا میتونن رفته باشن؟ خونه نیستن. حتما بچه مو سرما دادن، نتونستن ازش مراقبت کنن. نکنه واسه کسی اتفاقی افتاده. اوه حالا حالا با تو کار داریم. صالح، میخوام زنگ بزنم راهمی. فهمیدم دردت چیه. واسه شنیدن صدای شوهرت بچه رو بهونه میکنی. مزخرف نگو. گفتم زنگ بزن نزدی. نشستی تا این وقت شب. شوهرت یه چیزی میگه اعصابت به هم میریزه. اصلا برام مهم نیست. من نگران بچه‌مم. ای بابا، اصلا به من چه؟ هر کاری میخوای بکن. الو مراد چش شده؟ هیچی. راستشو بگو مراد چش شده؟ چیزیش نشده. پس چرا جواب تلفن ها رو نمیدین؟ اونی که هی زنگ میزنه حرف نمیزنه قطع میکنه تویی؟ خجالت نمیکشی تازه مزاحم من میشی؟ راه میگوشی و بده مراد، میخوام باش حرف بزنم. با چه روی میخوای حرف بزنی؟ با چه روی میخوای با پسرم حرف بزنی؟ حرفی هم مونده بهش بزنی؟ خیلی دلم براش تنگ شده. راه می بزن صداشو بشنوم لطفا. نمیتونم بدم، خوابیده. مامانمه. دروغ میگی. زنگ زدم خونه نبودین. چون ازمیریم. من و مریم خانومو خواستن تا شهادت بدیم. تو رم خواستن، ولی از تو خیری به ما نمیرسه. تو به فکر خودتی. غیر از خودت به کسی فکر نمی کنی، به هیچ کس. گوشیو بده به مراد. ما هم دیگه به تو فکر نمی کنیم. مرده شور ریخته تو ببرن. بهت میگم گوشیو بده مراد. منم میگم نمیدم. خیلی دلم براش تنگ شده، لطفا تو رو خدا التماس میکنم رامی. بده صداش رو بشنوم. زنگ زدم خونه نبودین، خیلی ترسیدم، فکر کردم الان برات مهم شدیم. الان وقتی ولمون کردی رفتی هوش. تو رو خدا التماس میکنم، دلم واسه بچم تنگ شده، لطفا. میخوای با مامان حرف بزنی؟ مامان چطوری عزیز دلم؟ خوبی؟ مامان کجایی؟ اومدم آنتالیا مامان بزرگ تو ببینم. چرا منو با خودت نبردی؟ مامانیت مریضه عزیز دلم، چون مریضه. دروغ میگی، دوباره ولمون کردی رفتی. چرا اونا بهت این حرفا رو میگن؟ کسی بهم چیزی نمیگه، من نگرانتم. نگران نباش، اینجا کارم تموم شه میام دنبالت، باشه؟ اگه نیای مامان. مامان گریه نکن، خیلی دلم برات تنگ شده، تو رو خدا گریه نکن. خیلی خوب کافیه، گریه نکن، اشک بچه من درد نیار. رامی دلم داره واسش پر میکشه، بده یکم دیگه باش حرف بزنم لطفا. سیر نشدم. میخواد بخوابه، خسته است، بعدن حرف میزنه، بعدن. میترسم دیگه حرف نزنی، دیگه جواب تلفن ندی. حرف میزنم، جواب میدم، جواب میدم. خدافظ، خدافظ. بگیر بخواب پسرم، چشاتو ببند. منم بخوابم پیشت. حالش خوب بود؟ صداشو شنیدی دیگه، واسه چی هنوز داری گریه میکنی؟ کجا بودن؟
رفتن ازمیر. مردم واسه خودشون میگردن، تو نشستی اینجا داری آبقوره میگیری. چه گردشی تو هم؟ چه گردشی؟ از دادستانی خواستنشون. از دادستانی؟ چرا؟ پرونده خواهر شوهرمه، واسه اون رفتن. چه پرونده ای؟ داستانش طولانیه، ول کن. نکنه اونم داره از شوهرش جدا میشه. اوف نه. پرونده وراثت ایناست؟ حالا هرچی، انگار مشکل منه. گفتی صداشو بشنوم، حالم بد میشه، ولی بازم زنگ زدی. چی کار کنم؟ حرف گوش نمی کنی که. ساله اینطوری نمیشه. با اینکه از دست راه می خلاص شدم، ولی نمیتونم خوشحال باشم. نمیتونم از اینجا از با هم بودنمون لذت ببرم. فکرم مونده پیش مراد. فقط نگو میخوام برگردم و اینا. نمیتونم که برگردم، ولی اینطوری هم نمیشه. نمیتونم مرادو ول کنم، اون همه چیزمه. گوشت از استخون جدا میشه. اون پاره تنمه. خدا میدونه الان چقدر دلش برام تنگه. بچه‌م الان غمگینه. زودتر باید بریم بیاریمش. نمیتونم اینطوری غمگین ولش کنم اونجا. اینجا دارم از عذاب وجدان میمیرم. درکم میکنی؟ صالح به حرفام گوش نمیدی؟ باشه، یه راهی پیدا میکنیم. اون بچه تو هم هست. گفتم که باشه. ببین پاشو، گرسنه‌ام شد. پاشو بریم یه چیزی بخوریم. حوصله ندارم، میگم یه چیزی بیارن تو اتاق. غمبرک نگیر، ببینم دیگه حوصله‌ام سر رفتا. پاشو بریم بیرون، حالت بیاد سر جاش. یا آبی به دست و صورتت بزن بری. پاشو پاشو دیگه. خب اینجاست. از اونجا میتونی ببینی؟ اگه میخوای بیا بشین جای من. نه همینجا خوبه. ذرت بوداده میخوای؟ نه من نمیخوام، واسه خودت بگیر. الان برمیگردم. مقدر چی شد؟ زنده مقدر چی شده؟ چی شده مقدر؟ بیا چی شده یه باشه باشه موازه باشه وای بچه داره میاد موازه باشه مقدر برین کنم موازه باشه برین کنم فاطمه گل پشت سرتان چی شد؟ هیچی. گریه کردی؟ بعد مدت ها اولین باری که اومدم سینما. آخرین بار واسه دیدن فیلم بابام و پسرام رفته بودم. درست جای پر احساس فیلم که همه داشتن گریه میکردن، زنداداشم درد زایمانش گرفت. هممون شوکه شده بودیم، با عجله رفتیم بیمارستان. مراد همون شب به دنیا اومد. آخر فیلم رو بعدن از تلویزیون تماشا کردم.
کیا بوده این؟ اونم بود؟ معلومه که بوده. بگذاریم، کاش فیلم اکشن انتخاب نمی کردیم، حوصله‌ات سر میره. نه، من از فیلم های پر هیجان خوشم میاد. از حرفم دلخور شدی؟ نه، از چیزی ناراحت نشدم. سالادم بیارم براتون. سالاد کاهو با گوجه فراوون. سفارشی که دادم شما هم دوست دارین؟ البته، آره. از غذاهای سرد دیگه چی بیارم؟ چیز دیگه نمیخوایم. آخه بعدا نمیتونیم ماهیمونو بخوریم. من اوج حواسم مونده پیش این خوراک لوبیا. شما اون خوراک لوبیا رو هم بذارین بمونه. البته، نوشیدنی چی میل دارین؟ من راکی میخورم. شما جناب؟ من مشروب نمیخورم. من منصرف شدم، منم نمیخورم. تو رو خدا شما راحت باشین، بخورین. نه نه، دلم نمیخواد، نمیخوام. نه نمیشه، شما واسه خانم راکی بیارین لطفا. چشم. خیلی معذرت میخوام، من اصلا حواسم نبود. اصلا مهم نیست. نه اینکه زیاد علاقه داشته باشم، واسه اینکه با میزمون جور در بیاد گفتم. خیلی بیفکری کردم، واقعا عذر میخوام. مهم نیست، جدا مهم نیست. گل دارم، گل. تو رو خدا یه گل بخن، عزیزاتون رو خوشحال کنین. تو رو خدا فقط یه گل. یه گل بده ببینم. خیلی ممنون، بگیر. خدا بهتون برکت بده آقا. ممنونم. خب این گل دیگه لبخند به لبتون میاره. چه لزومی داشت دست گل به آب دادم تا سه جایزم به میدین؟ آره شرمندم کردین. ناراحت نباشین، تو رو خدا ناراحت نباشین. جدا من با اون مشکل کنار اومدم، تموم شد دیگه. یعنی اگرچه منو تو اون وضعیت دیدین آبروم رفت، ولی خواهش میکنم، موقعی که ضعیف شده بودم کم مونده بود دوباره گرفتار شم، ولی نه، واقعا واسه همیشه گذاشتمش کنار، دیگه سراغش نمیرم، تموم شد. من قبلا آدمی بودم که شعر می نوشتم. جدی میگم، از تیپ معلوم نیست نه؟ راستش آدم احساساتیم، آدم احساساتی هستم، حساسم. چه می دونم، خیلی زود تحت تأثیر هر چیزی قرار می گیرم. وقتی فهمیدم این ویژگی منو زود رنج می کنه، ناخواسته سعی کردم انکارش کنم. زندگی با ناملایمتی های زیادی برای من شروع شد. من خیلی زندگی سختی داشتم، خیلی. از پسش بر نیومدم، نه نتونستم از دیوارای خودم عبور کنم، نتونستم دیوارای زندگی رو خراب کنم. بعد واسه خودم یه گوشه‌ای پیدا کردم، پناه بردم اونجا به مشروب خوردن، و اینجوری شروع کردم. چه میدونم، بدون اینکه متوجه بشی به طور غریزی به خودت مطمئنی، سرت به خودت بنده، نمیافتی. اگرم بیافتی متوجه نمیشی، دردت نمیاد، فکر نمی کنی که از همه چالوچولوهای زندگی رد میشی، ولی حتی متوجه نمیشی که تو بزرگترین چاله زندگیت افتادی. بیماری زنتونم تو این قضیه بی تأثیر نبود، درست؟ نه نه، من تو این منجرا بودم که زنم بیمار شد. یعنی بهتره بگم بیمار شده بود. من اینقدر تو حال خودم بودم که خیلی دیر متوجه شدم. بعد شروع کردم به نوشتن نامه. میگن حرف از بین میره ولی نوشته باقی میمونه. میگفت بیا دست منو بگیر. نگو اون داشت سعی میکرد دست منو بگیره و ببره. من اینو دیر فهمیدم، خیلی دیر. با مریض شدن اون من خوب شدم، به خودم اومدم. بعد از اون چه میدونم، نتونستم حال اونو خوب کنم، نتونستم. اما
شاید بتونین خودتونو ببخشین ها؟ آدم خودشو خیلی راحت سرزنش میکنه، اما بخشش کار بزرگونه. یه چیزایی که اتفاق افتاده حتما باید اتفاق میافتاد. شما به هم گفته بودین اگه چیزی به نام تقدیر وجود داشته باشه. من باور میکنم چیزی به نام تقدیر وجود داره. هر چیزی یه دلیلی داره، گم کردن خودتون و دوباره پیدا کردن خودتون. روزی که شما زنگ زدین بدترین روز زندگی بود. ما هم یکی از روزهای خیلی بدمون بود. زندگیه دیگه. ببینیم دیگه واسه همون چه سورپرایزی داره. اما خدا کنه اتفاقای خوب بیفته، سورپرایزای خوب. امیدوارم. وای قضامونم اومد. به به، من که خیلی گرسنم شده. Happiest I've ever seen my sister. It's because we're free. You know, I want another shot. Yeah? Yeah. No wagers, nobody else, just you and me once and for all. Huh. You sure you can handle the disappointment? But you? We're rolling this! ببخشید خوابم برد. آخه خسته بودی. چی شد؟ آخرشم ندیدم. فقط آخرشو. بریم تو را برات تعریف میکنم. تاکسی سوار بشیم، هوا سرده. من میگم پیاده بریم، خیلی خوردیم. خب سردتون نشه. سردم نمیشه، من به این هوا عادت دارم. چی کار میکنی؟ نه لطفاً لطفاً، جدی میگم سردم نیست. باشه عیب نداره لطفاً. آخه شما سردتون نه، میشه. نه من چیزیم نمیشه، اینطوری خیالم راحت تره. امشب خیلی بهم خوش گذشت. به منم. شما رو بهتر شناختم. من شما رو به خودم خیلی نزدیک حس میکنم، به خدا. مثلا فاطمه گور انگار دختر خودمه. واسه همین واقعا دلم میخواد این پرونده رو ببرم. برنده میشین. با هم دیگه موفق میشین.
همه چی خیلی خوشمزه بود. بازم همدیگه رو میبینیم. تو برو به کارت برس، نگران نباش، من میرم دستشویی. چی شده؟ چیزی نیست. من برم دستشویی، بعدش میرم اتاقم. باشه. تنهایی میترسی؟ نه. شب بخیر. شبت بخیر. نگران نباش، در رو قفل میکنم. میخوای تو اتاق مریم جون بخواب؟ باشه، من در اتاق رو قفل میکنم، میخوابم. باشه، پس برم لباسمو بیارم. باشه. چی شده؟ چیزی نیست. تو حالت خوبه؟ برو با خیال راحت بخواب، خوب بخوابی. تو هم همینطور. شب بخیر. چه پسر خوشتیپی. میخوای با هم خوش بگذرونیم عزیزم؟ ببخشید اشتباه گرفتم. من شبیه هیچ کس نیستم.
بلند شو، بلند شو، وقت آمپوله. چته به خودت بیا. چی میخوای؟ آمپول تو میخوام بزنم. آمپول نمیخوام، دست از سرم بردار. دستور دکتره. دست از سرم بردار، گم شو. ببین منو، درد سر دارم. گم شو. حسن، بگیرین بخوابین، وقت خوابه. پس قصه چی؟ الو. باشه باشه، الان میام. زندانی که تو درمانگاه بدقلقه میکنه نمیذاره رمزی اون پولشو بزنه. ما دیگه نگهبان نیست، با کدوم اینو سر کله بزنیم؟ را بیافریم. سر صدا نباشه، بگیریم بخوابیم. چشم، حتما. پسر اگه این ورال حرف بزنه بیچاره میشیم. دهنش هم که قرص نیست. حالا هم که افتاده اینجا وا نده. سلیم با تو اما. خیلی حرف میزنی. اوهو، وورال کم بود، تو هم بهش اضافه شدی. تو را خدا خودتو نباز، یکم خودتو جمع جور کن. سلیم با تو هم بابا. برو دیگه. پسر این وقت شب تو از جونه این بیچاره چی میخوای؟ ولش کن دیگه. ای بابا. برای خلاص شدن از توقیف اموال میتونیم زمینای روستا رو واگذار کنیم. اونجا آدمای مطمئنی داریم. یه کاری میکنیم، تاریخ فروش رو برای قبل بنویسن. خواهر تو هم صندوقایی که تو بانکداری رو خالی کن. چه کار کنم؟ جواهراتم رو تو باغچه چال کنم؟ به جای اینکه به فکر پنهون کردن پول باشی، یکم مغزتو به کار بنداز، ببین چجوری میتونیم این پولو پرداخت کنیم. تو هم سهم داری. تو هم با ما ورشکست میشی. نمیبینی بابا آتیش میزنه؟ چی کار کنیم؟ میگه چی کار کنیم؟ تسلیم بشیم؟ پرچم ورشکستگی رو ببریم بالا؟ چی کار کنیم؟ تو رشاد یا شارانی چه مخمسه هایی از سر نگذروندی؟ چه جنگایی که سربارن بیرون نیمدی؟ حالا چی شده؟ میخوای دستتو ببری بالا؟ واقعا از روی اعتقاد قلبیه که این حرف رو به هم میزنی؟ شما دوتا سر به سر من میزنی که خودتون رو آروم کنی. منم حوج با حیا دارم که بهتون حرفی نمیزنم والا. اگه حرفی برای گفتن داری بگو. چرا وایسادی؟ حرف دلتو بزن. با کمک و حمایت من و خواهرم شرکت یاشران شد شرکت یاشران. آها، منتظر این جمله بودم. درسته، دیر کردی، زود باش. بریز بیرون. خیلی خب بابا، منظورم این نبود. به خاطر خدا بس دیگه، هر دوتون ساکت شین. اینا حرفای بی خوده. به فکر چاره باشین. چطور از شرکای خارجیمون کمک بگیری؟ اونا محکم پاچه‌هاشون رو گرفتن که سرشون بیکلا نمونه. امروز زنگ زدم بلغارستان، حتی جواب تلفنم هم ندادم. پول داشته باشی همه کنارتم. هیچکس نمیخواد خودشو تو خطر بندازه. بذار اونا از زندان بیان بیرون، اولین نفر خودم پوزه‌هاشون رو به خاک میمالم. بیشورا، همش تقصیر اوناست. خودتو بی خود گول نزن. خودت هم خیلی خوب میدونی که معلوم بود این بلاها سرمون میاد. تو به آقای ترانه اطمینان کردی. بابت سرمایه گذاری های علکی و زمین های نداشته یه عالمه وام گرفتی. انگار هر دوتون خیلی دل پوری داری. حق با خواهرمه. اگه سرمایه گذاری واقعی بود الان همه کنارت بودن. پس چرا اون موقع نگفتی؟ اگه اینقدر خوب میدونستی چرا تو هر شرایطی دنبال بیشتری سهم بودی؟ چرا اون موقع نگفتی؟ از این دورویی متنفرم، متنفر. نترس، کاری ندارم دیگه، ولت نمی کنم. موانع بینمون از سر را برمی. بلش کن.
این دفعه دیگه نمیبخشمت. فاطمه گل. فاطمه گل. کریم نمیر. کریم نمیر. کریم نمیر. کریم. فاطمه گل نه ترس، منم زهره ترک شدم، سر و صدا بود بلند شدم. چی کار میکنی؟ هیچی، آب خوردم. به کی داشتی زنگ میزدی؟ گفتم به داداشم زنگ بزنم ولی این وقت شب؟ آره، حواسم به ساعت نبود، خوابم نبود، گفتم صداشو بشنم ولی بعد منصرف شدم. دیر وقت خوابیده بهش زنگ نزن، میترسه فکر میکنه چیزی شده. ولی اگه خیلی دلت میخواد خب بزن. آره حق با توه، فردا زنگ زن. Thank you.
داداش هم حرف زدم، حالشون خوبه. چی شد؟ چیزی نیست. میخوام صابونه درست کنم. باشه الان میام. دیگه صبح شده. باشه باشه بلند شدم. بابا پاشو گشنمه. باشه. وای ببین ساعت چنده، بقیه حتما خیلی وقت بیدار شدن. بریم صبحونه بخوریم گشنمه. باشه باشه میریم. اول دوم صبح بخیر. من فکر میکردم سحرخیزم، اما شما از منم سحرخیزتری. من دیشب نتونستم بخوابم. خیر باشه. نمیدونم، بیدار شدم بعدم دیگه نتونستم بخوابم، صبح شده بود. صبحونه خوردین؟ نه نخوردم، منتظر شما بودم، فقط چای خواستم. رحمی هنوز بیدار نشده؟ یکم دیگه واسه صبحونه میان پای. من یه نگاه بندازم ببینم روزنامه ها اومدن یا نه. زود بشین. چرا عجله داری؟ خب زودتر بری سر کار دیگه. انگار میخوای هرچی زودتر از من خلاص شی. نه نه خیر، فکر اینو میکنم تک و تنها تو مغازه چی کار کنم. هرچی زودتر بری سر کار زودتر میتونی بیای کمکم. کارم خیلی طول نمیکشه، دو سه ساعته تموم میشه. آه خوبه. چیش خوبه؟ اینکه تا اون موقع خودم از پسش برمیام. تو نمیخوری؟ من تو مغازه یه چیزی میخورم. من حاضرشم برم. عجله نکن، من میرسونمت. نه لازم نیست، خودم میرم. گفتم میرسونمت. را تو به خاطر من دور نکن، دیرت میشه. دیرم نمیشه، نگران نباش. خیلی خوب باشه، پس زود باش.